سلام علی هاشمی هستم به کلاس ما نهایت خوش اومدید امیدوارم در هر نقطه از ایران عزیز که هستید حال دلتون خوش باشه در این ویدیو کوتاه آموزشی قرار با هم دیگه بریم سراغ ریاضی نهم نه فصل چهارم مبحث توان در درس اول دوست من این اولین ویدیو هست امیدوارم که تا انتهای ویدیوها منو همراهی کنید بریم سراغ فرمول های توان به عنوان اولین قسمت چی باید بدونم در رابطه با فرمول توان ببین آب توان ام ضرب در آب توان N وقتی دوتا عبارت رو بخوام در همدیگه ضرب کنم که دارای پایه های برابر باشن اون وقت فقط کافیه که توان هاشون رو با همدیگه جمع کنم یعنی این برابر خواهد بود با آب توان M به علاوه N حالا همین بازی رو میخوام انجام بدم منتهای مراتب برای تقسیم یعنی اگر من داشته باشم آب توان M تقسیم بر آب توان n. اون وقت باید چیکار کنم باری باید پایه مشترک رو بنویسم اما توان ها رو این دفعه از هم دیگه کم کنم یعنی این برابر خواهد بود با آب توان ام منهای ان پس تو فرمول بینهایت مهم سالا شکل گرفت دیگه چی باید بدونم آب توان ام وقتی کل عبارت به توان n برسه اون وقت این برابر با چه خواهد بود باید توان ها را در همدیگه ضرب کنی یعنی این برابر می شود با آب توان m ضرب در n پس وقتی پایه ها برابر باشه بینشون ضرب باشه توان ها رو جمع می کنم در حالت تقسیم توان ها رو کم می کنم و در حالت توان باید توان ها رو در همدیگه ضرب کنم دیگه چی باید بدونم آب توان منهای ام مساوی با چی میشه هر وقت توان شما منفی بود یعنی عبارت در مخرج قرار داره پس اینو باید بنویسم یک به روی آب توان ام پس به روایتی زیباتر برای اینکه علامت توان عوض بشه باید عبارت رو از صورت ببرم به مخرج یا از مخرج ببرم به صورت دیگه چی باید بدونم؟ رادیکال آب توان ام فرجه عبارته که باشه M برابر می شود با آب توان M بروی N پس در تمامی حالت هایی که توان عبارت من کسری هست من یه عبارت رادیکالی دارم هر وقت توان کسری دیدی اصلا شک نکن که عبارت شما رادیکالی بوده در زمینو می میدونی که هر عدد به توان صفر برابر است با یک و هر عدد به توان یک برابر میشه با خود اون عدد بریم دو تا سوال آسون با هم دیگه کنیم اولی گفته سه به توان منفی 5 ضرب در 10 به توان منفی 5 ضرب در 25 بروی روی 4 به توان منهای 5 ضرب در 15 به توان منهای 5 مساوی با چی میشه کاری که من انجام میدم اینه میگم آقا شما الان دارای پایه های نابرابر هستید اما توان هاتون با هم دیگه برابره وقتی توان ها با هم دیگه برابر بود و پایه ها نابرابر فقط کافی پایه ها رو در هم دیگه ضرب کنی یعنی الان میتونم سه و در ده ضرب کنم بگم سی به توان همون منهای پنج مشترک ضرب در بیست توی مخرج هم همین بازی رو را بندازم چهار ضرب در 15 میشه شود. شست به توان منفی پنج حالا میتونم سی به توان منفی پنج و با شست به توان منفی پنج ساده کنم قطعا وقتی سی و با شست ساده کنم صورت برای من فقط 25 میمونه اما مخرج میشود دو به توان منهای پنج اینا الان بهت گفتم که وقتی توان منفی بود میتونی از مخرج بیاری تو صورت پس این برابر میشود با 25 پنج ضرب در دو به توان مثبت پنج پس عبارتمون خیلی راحت ساده شد بریم سراغ سوال بعد 8 به توان منهای یک ضرب در 4 به توان دو بر روی دو به توان منهای چهار ضرب در یک هشتم دوست من یک هشتم همون هشت به توان منهای یک نیست چرا آقا یک هشتم همون هشت به توان منفی یکه پس من میتونم هشت به توان منفی یک صورت با هشت به توان منفی یک مخرج رو ساده کنم بر. چی برای من میمونه صورت دارم چهار به توان دو مخرج هم دو به توان منهای چهار رو اگر مخرج ببرم تو صورت میشه دو به توان مثبت چهار حالا یه جوری میخوام اینا رو ساده کنم چطوری میتونم ساده کنم؟ من به جای چهار میتونم بنویسم دو به توان دو الان این دو من در دو توان مگه ضرب نمیشه میشه دو به توان چهار ضرب در دو به توان چهار که برابر است با دو به توان و چقدر آسون بود ما پاس تاور سپاس سپاسگزارم تا انتهای ویدیو همراه من بودید حتما ویدیوهای بعدی دنبال کنید برای اینکه تسلط بیشتری در توان پیدا کنید خدا نگهدار